هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا مواضع داعش در شرق سوریه را هدف قرار دادند. نیروهای سوریه دموکراتیک هم اعلام کردند در جریان درگیری‌های 24 ساعت گذشته ده‌ها پیکارجوی داعش را در حومه دیرالزور از پای درآوردند. همزمان سناتور آمریکایی لینزی گراهام در جریان دیدار با مقامات ارشد ترکیه در آنکارا مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مورد گفتگو قرار داد. برای بررسی بیشتر علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق با ماست. علی، به نظر میرسه بعد از کمی وقفه حملات ائتلاف علیه داعش شدت گرفته. و یه سوال دیگه هم این که سفر سناتور لینزی گراهام به ترکیه تا چه حد مرتبط به اوضاع سوریه است؟ شهرام، کاملا مرتبط است. سفر لینزی گراهام به ترکیه پس از این هست که زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی خارج میشن، سناتور لینزی گراهام با صراحت گفت که متحدان کرد امریکا نباید بعد از خروج نیروهای آمریکایی مورد حمله ترکیه قرار بگیرن. مولود چاوشوغلو رسما اعتراض کرد، وزیر خارجه ترکیه، که امروز آقای چاوشوغلو با لینزی گراهام دیدار و گفتگو کرد و البته سناتور لینزی گراهام بر مواضع خودش تاکید کرد، اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی باید متحدان منطقه آمریکایی حفظ بشن و در مورد یک منطقه امن پرواز ممنوع برای کردها هم صحبت شد که از دید ترکیه این منطقه باید تأسیس بشه، ولی نه برای کردها بلکه برای مخالفان مسلح مورد حمایت ترکیه، مخالفان بشار اسد. ولی بعد از شهرام، بمب‌گذاری روز چهارشنبه در منبج که 4 نظامی آمریکایی هم جزو 16 کشته اون بودن، دو مسئله برجسته شد. یکیش لزوم سرکوب داعش پیش از خروج، سرکوب کامل پیش از خروج نیروهای آمریکایی، و دومین مسئله‌ای که هست اینه که این منطقه امنی که قرار هست ایجاد بشه چگونه خواهد بود. بحث در مورد اون دوباره داغ شده. در این چارچوب هواپیماهای آمریکا دیروز و امروز جمعه هم مواضع داعش رو در منطقه صفافیه در غرب سوریه به شدت بمباران کردند. ائتلاف بیانیه‌ای صادر کرده و در بیانیه‌اش گفته که این مرکز فرماندهی نیروهای داعش بوده که در یک مسجد بوده. بعد گفته داعش در عراق و سوریه داره خودش رو دوباره بازسازماندهی میکنه و پر از جنگاهی به مراکز دولتی و تأسیسات خدماتی حمله میکنه، به ویژه در مناطق آزاد شده که لازم هست به طور کامل داعش سرکوب بشه در هر دو کشور عراق و سوریه. همزمان نیروهای سوریه دموکراتیک هم بعد از این حملات یک حمله ای رو به منطقه در حومه دیرالزور به داعش انجام دادن. در حمله ای که انجام شده طبق گفته نیروهای سوریه دموکراتیک دست کم 47 تن از پیکارجویان داعش کشته شدند.